رئیس دستگاه قضایی در مقام یک نظامی کار و یک فرمانده نظامی داره مخالفین خودش، مخالفین حکومت و منتقدین، حتی اونهایی که در دایره حکومتی بدون اینکه پایه ها و نظام جمهوری اسلامی ایران و مورد تعارض یا انتقاد قرار داده باشن، چون این تهدید میکنه. این آدم رو به یاد خالخالی میاندازه، زمانی که اومده بودن کشتار وسیع و در سراسر ایران با ویژه در کردستان را انداختن سال 67، بلافاصله میگفت با شعار یک و دو، اونهایی که تو زندان ها بعدها اومدن بیرون و خاطرات خودشون رو نوشتن، اشاره میکنن که میگه اگر گناهکار به بهشت میره، اگر بی گناه بود به بهشت میره، و اگر گناهکار بود به سزای اعمال خیش رسیده. یعنی در سرزمین ما، در ایران، خشونت و باستولید خشونت یک وجه و یک پای ایدئولوژیکی داره. وقتی که حکومت ادعا میکنه و مدعی است که پاسداری از اسلام و صدور انقلاب وظیفه اونه، چنین عمل میکنه و چنین مخالفین خودش رو سرکوب میکنه، مخالفینی که فقط خواستار تغییرات جزئی هم هستن. خب آقای باطمی، پرسش اینه، در این زمین اگه صحبتی هست، آقای اخبار منتشر شده که دادستان کل کشور هم همین حرف رو میزن و وزیر اطلاعات هم همین حرف رو میزن، از بر این که قوا از هم جداست، آقای صادق لاریجانی قرار هست به طور مستقل عمل کنه، یعنی حافظ عدالت باشه و رسیدگی به مطالبات شاکیان. خبر اخباری در این زمینه آیا هست؟ خواهش میکنم قبل از این خبر خدمتون بگم، یک مورد خدمتون عرض بکنم، اون که موضوع کاملا شفافه و انقدر این تکرار شده که فکر نمی کنم زیاد به تفسیر نیاز داشته باشه، کما اینکه آیلر جنرال تو صحبتشون هم فهمودن که اینها معترض نیستن و در واقع مدعی اعتراض هستن. همین جماعت در اول انتخابات شعارشون بود که رأی ما کو، یعنی هیچ کدوم از این داستان ها را نداشتن، یعنی دقیقاً اعتراض به خاطر رأی بود، و بعد از یک پروسه که طی شد و موارد نقض حقوق بشر گسترده صورت گرفت، ما دیدیم که کار به اینجا کشید شد که الان همین صحبت ایشون و صحبتی که آقای رادان کردن روز گذشته و اعلام کردن که پلیس به صورت جدی برخورد میکنه، فقهایی که وابسته با حاکمیت هستن طبق اخبار اعلام کردن که حکم ارتداد و محارب بودن کسایی که در اعتراضات شرکت میکنن رو اعلام کردن، و همینطور دادستانی تهران شب گذشته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم با شبکه العالم صحبت میکرد و در اونجا اعلام کرد که بدون کوچکترین ملاحظه برخورد صورت خواهد گرفت. خب به خبرها میرسیم. باز آقای مصطفی نجار وزیر کشور ایران در جمهوری اسلامی، ایشون هم صحبتایی دارن در همین مسئله، میشنویم. در واقع ملت عزیز ما با اومدنشون به صحنه تکلیف اینها رو روشن کردن و تکلیف کردن بر مسئولین که حق مردم رو از اینها بگیرن. ملت بزرگ ما و مسئولین کوتاه نخواهند اومد و این رو که این خوابی رو که استکبار جهانی، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و انگلیس‌ها و منافقین و سلطنت طلبا و ازنابشون و منافقین در داخلی که از به شکل جدید ظاهر شدن، به گور خواهند برد این آرزو رو که یه روزی بخوان دوباره برگردن و این مملکت رو در اختیار خودشون بگیرن. حیدر مصلی وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی چه میگوید؟ گیرشده ها بخشی اتباع بیگانه هم هستند. نکته قابل توجهش اینه که اتباع بیگانه در واقع کسانی هستند که دقیقاً یه حرکت تبلیغی و جنگ روانی رو دنبال می‌کردن. افرادی که دستگیر شدن عمدتاً مأموریتی که داشتن تو این راستا بوده، یعنی در واقع طرف دو روز قبل از عاشورا اومده اصلا به همین منظور، در واقع دوربین ها و وسایلی که در اختیارش داشته که کشف شده، اینا در راستای دقیقاً یه چنین حرکتی هست. خب آقای حیدر مصلی شنیدیم. آقای احمدی، این همه شاخوشونی کشیدن ها برای چیست؟ مردمی رو که به گواه دوربین ها بسیار، ما رقم عدد نمیدیم دقیق، اما گروه نیستن، چون گروه یک معنی محدودی داره. تحقیر مردم، تحقیر جمعیت،
و بعد از قوه اجرایی تا قوه مقننه تا قوه قضایی هم هر سه یک سو حرف میزنن. آقای صادق لاریجانی بر چه مبنایی از نظر حتی قوانین جمهوری اسلامی اجازه داره که شما به ما بگید که چنین تهدید کنه جوان ایرانی رو مثلا؟ بله، اینا در واقع پس لرزه های عاشورا هست. زمین لرزه عاشورا من فکر میکنم به کلی حضرات رو تکون داد و در واقع به این نتیجه رسیدن فعلا که باید به شدت سرکوب بکنن، حتی به شدتی بیشتر از پیش. ولی عملا این تهدیدها ما میدونیم که خیلی توخالیه. مثلا از قاطعیت و سرعت در دستگاه قضایی صحبت میکنن، در حالی که به قول خودشون سران فتنه هم میدونن کیا هستن، ولی هفت ماه جرأت نمیکنن اینا رو دستگیر بکنن. از مردم به شدت میترسن و وگرنه گروه ترور درست نمیکردن به اندر خونه مردم، مردم رو ترور بکنن، فعالین حقوق بشر رو زندان نمیکردن. در شهرستان های کوچک هم الان به شدت در واقع این قضیه اوج گرفته. من میدونم که حداقل در یک شهرستان در عراق تعداد زیادی از مغازه‌داران و تظاهرکنندگان عاشورا رو دستگیر کردن. در شهرستان‌های کوچک من فکر می‌کنم رژیم با خشونت حتی بیشتری روبرو میشه با مردم، برای اینکه نگرانه که اگر که خشونت بیشتر انجام نده و در شهرستان‌ها و شهرهای کوچکتر هم جنبش رشد بکنه، اون وقت به کلی از کنترلشون خارج بشه. ولی نقض حقوق بشر در این شرایط بسیار اوج گرفته و هرچه که مردم به اصطلاح بیشتر به خیابون میان و بیشتر اعتراض میکنن، در واقع رژیم کنترل روی حتی نیروهای خودش رو بیشتر از دست میده. من یک نکته رو فقط میخوام اشاره کرده باشم، چون ما در اولین بار در برنامه شما کهریزک رو مطرح کردیم و سازمانهای بین‌المللی پیگیری کردند و خبررسانی شد در سطح جامعه ایران و به نظر من به نفع قربانیان و زندانیان کهریزک بود که هرچه زودتر این قضیه انجام بشه. یک چند تا کهریزک جدید ممکنه در واقع در شرف وقوع باشه، از جمله در پادگان عشرت آباد که تعداد زندانی ها بالای 500 نفر هستن و حداقل دو نفر بنا به اخبار رسته جون خودشون از دست دادن. پادگان عشرت آباد میتونه کهریزک جدیدی باشه و وقایعی که درش اتفاق میفته شاید به مراتب بدتر از زندانهای دیگه و کهریزک باشه. این استش که من فکر میکنم کسانی که جگرگوشه‌هاشون دستگیر هستن و ممکنه اونجا باشن، از طریق به هر حال هر طریقی که میتونن اعتراض بکنن، دنبالگیری بکنن کار بچه‌هاشون رو، سعی بکنن که اینها رو به هر طریقی شده نجات بدن و بیرون بیارن. برای اینکه من فکر میکنم که باز این قضیه ممکنه چندین هفته طول بکشه تا افشا بشه و بعد وقتی که افشا بشه و اینا مجبور بشن آزاد بکنن، مقدار زیادی جسد تحویل خانواده ها بدن. شرایط به هر حال شرایط بسیار بحرانیه و من واقعا فکر میکنم که این به اصطلاح عکس العملی که شما ازش صحبت کردید و بهش اشاره کردید مدت خیلی طولانی نتونه ادامه پیدا بکنه، ولی در این مدت کوتاه به هر حال یک مقدار از مردم ما باز قربانی خواهد گرفت. آقای رامین احمدی، دکتر رامین احمدی، سپاسگزار هستیم از شما، چون قرار ما با آقای احمدی این بود که به خاطر مشغول بودنشون در بیمارستان باید باشن. نیم ساعت اول برنامه با ما هستن، ناچار هستیم باشون خداحافظی کنیم. بیمارانی چشم به راه تخصصی ایشون هستن. خیلی ممنونم آقای. با سپاس دوباره از شما و از همونجا به تهران میریم. سلام میگیم به آقای سعید حبیبی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران که هفت عضو این کمیته اگر اشتباه نکنم در زندان هستن. سلام به شما آقای حبیب. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شالنگی و بینندگان برنامه شما. به طور مختصر به ما بفرمایید اسامی بازداشت شدگان که در ارتباط با فعالیت‌های حقوق بشر بازداشت شدن در ایران، جناب حبیب. خواهش میکنم عرض کنم که در حال هفته‌های اخیر در یک مورد 5 نفر از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و در مورد بعد 2 نفر دیگه
دستگیر شدند که عبارتند از خانم ها پریسا کاکایی و خانم شیبا نظرآهاری و آقای کوهیار بودرزی، آقای مهداد رحیمی، آقای سعید حائری، آقای سعید کلانکی و آقای سعید جلالی‌فر. بله، از محل بازداشتشون